به نام خدا سلام وقت شما بخیر امیدوارم که همه گی سهتمند باشیم به ویدیو و این سکشن میاییم بحثی به نام ریکت روتر را خونیم و یاد میگیریم که در داخل سنگل ویب اپلیکیشن ها چی رقم را میتونیم روت های مختلف باز کنیم و مسیر های مختلف باز کنیم و یو آی, ای های مختلف در روی سکرین ببینیم خب ما تا حالی هر چی خوندیم شما شاید متوجه شده باشید که ما یو هیچ وقت تغییر نمیدادیم همیشه دیتایی که داشتیم فقط روی یک صفحه بود روی یک پیج کار میکردیم حالا دیالوگ باز میشد داخل همون پیج بود هیچ نبود که به یک پیج جدیدی ما بریم و یا به یک آدرس جدیدی بریم مثلا ما اگر به لوکل هاست هزار بودیم هیچ وقت ما نمیرفتیم به صفحه مثلا پروداکت یا به صفحه هوم حالا ما این یاد بگیریم که ما چی رقم میتونیم مسیرهای مختلف و باز کنیم بدون از که بیاین سفر رفرش کنیم خوبی سنگل ویب اپلیکیشن هم اینه که بدون از اینکه که HTTP ریکوست بده میتونیم شما ای هایی که داخل سفر میبینیم از صفحات مختلف یا از مسیرهای مختلف رندر بگیریم و نمایش بدیم حالا مثلا ما اگر بیایم به صفحه مثلا به طور مثال اگر دو تا صفحه دیشته باشم که هم باشه یک اگر به صفحه پروداکت ما بروم این امکان داره رفرش شه صفحه ما و, یک ریکوئست اچ پی میکنه سمت سرور و ای کار درست نیه سنگل وب اپلیکیشن به همین خاطر گفته میشه که شما روتای مختلف داخل یک صفحه میتونیم باز کنیم میتونیم ببینیم بدون از اینکه کدام رفرش سمت سرور انجام بشه که ما ما همین کار حالی انجام بدیم خب برای از این کار میرین داخل ویس کد وی پروژه که ما برای شما آماده کردم داخل گیت می‌تونیم میتونیم از این استفاده کنیم اولین کاری که میکنیم برای از این که ما از روتر استفاده کنیم یک پکیج به نام ریاکت روتر دام باید ما دانلود کنیم و یا داخل پکیج دات جیسون خود اضافه کنیم میگیم این پیمین استال ریاکت روتر دام بعد نیاز داریم که به اینترنت وصل باشیم و انتر میزنیم تا ای از اینترنت دانلود شه و روی از این پروژه شما نصب شه داخل پکیج دات جیسون اگر بیایم میبینیم که میر قبلا نصب کردم پس شما نیاز داریم که این پکیج دیشته باشیم برای از که این پروژه رو بتونیم کار کنیم چون ما از همین پکیج ریاکت استفاده میکنیم و به اینجا میبینیم که ای ترمینال در حالت اجرایه یعنی که میر ران کردم خب حالا بیایم ببینیم که چی رقم ما میتونیم روتا خور اضاف کنیم اولین چیزی که ما اینجا نیاز داریم از داخل پکیج ریاکت روتر دام باید فنکشنی به نام کرییت براوزر روتر اینجا ایمپورت کنیم پس کرییت براوزر روتر ایمپورت میشه و به اینجا ما استفاده میکنیم کرییت براوزر روتر در حقیقت یک آرایه از ابجکتور مینیس پارامتر میگیره ببینیم این قسمت آرایه و به داخل از این آبجکت های مختلف می نویسه پارامتر می داخل از که هر دونه از این آبجکت ها روت مشخص باشه اولین چیزی که ما اینجا اضافه می کنیم برای از این آبجکت خو یک کی به نام پات و دومین الیمنت حالا این پراپرتی ها دیگه هم داره که بعدا می خونیم پات به اینجا چیه؟ مثلا شما می فرض کنیم می یک مسیری داریم به نام www.google .com کام مثلا هوم امی هومی که اینجا میدیم یا امی اینجا نوشته میکنیم پرودکت یا هر چیز دیگه ای که اینجا نوشته میکنیم ای در حقیقت این مسیری میشه که به اینجا شما تعریف میکنیم وقتی میگیم هوم یعنی که اگر به صفحه هوم رفت الیمنت اینجا چه کار میکنه؟ الیمنت یعنی کدام کد جی استکس بره به داخل از این صفحه برای یوزر نمایش بده مثلا من اینجا گفتم هوم پیج بیای نمایش بده میتونی پاراگراف باشه میتونه ایچ باشه پس هر وقتی به مسیر هوم رفت همین کامپوننت باز میشه این در حقیقت یک کامپوننت یک حالت که شما داخل از این میبینیم که چی الیمنت های در داخل از اینه پس اگر به هر صفحه که ما اینجا نوشته میکنیم ای پات که اینجا داریم در حقیقت این مسیری که بعد از سلاش میایه بعد از دومین به اینجا این جگاه ای همون میشه پس ما اینجا میگیم اگر سلاش خیلی بود وقتی میدیم سلاش خیلی یعنی که اگر هیچ مسیری نبود مثلا بود لوکل هاست سه هزار بیای همین صفحه هوم پیج باز چه در صورتی که دگه مسیری بود و ما به اینجا ندیشتیم بره شما ارور میده حالا اگر ما بریم هوم پیج باز کنیم میبینیم که هوم پیج ما یک کامپوننتی داخل پیجز که یک اچیا که به نام اون پیج رندر میگیره یا نمایش میده پس اگر ما بریم ران کنیم مای ما اون پیج نمایش میده در صورتی که به مسیر هیچی باشیم یعنی ای که هیچ مسیری ندیشته باشیم ایر سیف میکنیم و این پیم استارت را میزنیم که ایر ران چه بعد ایزی که ران شد میبینیم شما که ما وقتی اینجا صفحه رفرش میکنم بریم و میگه مای ما هوم پیج به خاطر از ای که صفحه هوم پیجه حالا اگر ما بی به بیام یک سلاشی بزنم یعنی هیچ آدرسی نباشه باز هم اینتر کنم همین ای صفحه باز میشه ولی اگر نوشته کنم هوم ما چون مسیری به نام هوم نداریم به اینجا بریم و ایرور میده که ما مسیری به نام هوم نداریم پس باید ما مسیرهای مختلفی که داریم بیایم اینجا نوشته کنیم و به اساس همو برای ما میایی نمایش میده پس یک روش برای ازی که ما بیایم مسیرها مختلف نوشته کنیم همینه که از create browser router استفاده کنیم خب خروجی از این ما داخل یک آبجکت به نام router مندازیم یا هر اسم میتونیم بری بدیم و برای از که تمام router یا تمام مسیرا بتونم از این استفاده کنن در داخل اپ کامپوننت میاییم ما از یک چیزی به نام راوتر پرووایدر استفاده میکنیم میگیم راوتر پرووایدر از داخل ریاکت راوتر دام ایمپورت شه و ما به داخل اپ دات جی و داخل از این الگ میگیم راوتر ما ای یک پراپسی میگیره به نام راوتر و همه آبجکت راوتر خود برای از پاس میکنیم با همین کانفیگوریشن ساده الگ شما میتونیم از راوتر استفاده کنیم و به مسیرهای مختلف داخل پروژه رو اد کنیم یا اضاف کنیم این حالتی که شما پیشتر دیدیم که من اینجا حالا کامنت گرفتم در حقیقت حالتیه که روتر جدید استفاده میکنه و آخرین ورژن روتر داخل پروژه های ریاکت شما میبینیم از همه کرییت براوزر روتر استفاده میکنه در حالی که ما قبلا یعنی به ای استفاده میکنه قبلا که بود ما به ایالت کار میکردیم یعنی ای که روتر به ای آلت استفاده میشد ما میامدیم یک آبجکت به نام رود دفنشن تیار میکردیم و از یک فنکشنی به نام create routes from elements استفاده میکردیم و یک create routes from elements در حقیقت یک, یک کود جی سیکس به نام رود میگیریف که این باید ایمپورت میشد که میبینیم شما به اینجا میور کامنت گرفتم که این هم میشده پس به یالت راوت ایمپورت میشه و این راوت در در داخل از این مسیرها مختلف به یالت تعیین میشه داخل خود کد جی ایس راوت مسیر خور مشخص میکردیم مثلا اگر ایچ آدرس یا ایچ پات نبود این صفحه باز شد در صورت که صفحه پرودکت بود این صفحه باز شد در صورت که دیگه صفحه بود و ترتیب تا آخر ولی این روش روش قدیمیه و دیگه ما از استفاده نمیکنیم به جای از فانکشن کرییت react یا create browser router استفاده میکنیم و router provider رو هم ایمپورت میکنیم برای اینکه وقتی ای object از این ساخته میشه خروجی از این که داخل روتر انداخته مییس props برای روتر از این پس کنیم به همین کانفیگوریشن ساده ما میتونیم که برای این روتر رن کنیم خب ای این رو اینجا توضیح دادم که شما ببینیم و داخل بعض پروژه ها ممکنه به این حالت ببین خب توسط روتر چی رقم ها میتونیم مسیر دگر بیاییم نش... نمایش بدیم یا ای که برای یوزر نشون بدیم مثلا وقتی مسیر هیچی باشه هوم پیج باز میشه حالا اگر خواسته باشیم که یک کد جی دگر در صورتی که مسیر تغییر کرد نمایش بدیم می میگیم در صورتی که صفحه شد پروڈکت باید بریم و الیمنت پروڈکت پیج نمایش بدی این پروڈکت پیج در حقیقت کامپوننتیه که میبینیم اینجا ایمپورت شده و به داخل صفحه پروداکت در داخل پیجز قرار داره اگر ایر باز کنیم میبینیم داخل ازی فقط یک متنیه یک الیمنت چیکیه که میگه این صفحه پروداکته حالا اگر ما بریم رند کنیم میبینیم شما که اینجا کدام لین چیزی وجود نداره که ما بتونیم بریم روی صفحه پروداکت پس دستی میاییم این مسیر یو ار تغییر میدیم میگیم products در صورتی که پروداکت سیو می‌بینیم شما که این پروداکت پیج نمایش میده چون مسیر اینجا فرق کرد با وجودی که ما اینجا دستی نوشته می‌کنیم این صفحه دیگه می‌بینیم شما رفرش میشه این علامت اگر دقت کنیم می‌بینیم که وقتی می پاک می‌کنم و اینتر می‌کنم اون رفرش میشه این کاری نیست که ما با داخل پروژه انجام بدیم باید داخل یک پروژه ریال ما این کارو توسط لینک انجام بدیم یعنی روی لینک کلیک می‌کنیم باید بدون از اینکه رفرش بشه این صفحه ما تغییر کنه خب برای از این کار باید چه کار کنیم برای از ای که ما این بحثی که گفتم کار کنیم در داخل عبداد جیس میبینیم که مسیر هوم و مسیر پرودکت ما تعریف شده و ای به داخل از داخل راوتر بینیس پروپس هم به راوتر پرووایدر پس شده و آل ما مایی که هوم بیایم ایمپلمنت کنیم یا صفحه هوم بیایم ایمپلمنت کنیم ببینیم ما به اینجا از یک چیزی به نام لینک استفاده کردیم در صورتی که ما ایر به تاگ ای تبدیل کنم ای اتربیوتی دیش به نام اچرف و برای ازی بگیم با آلت ساده HTML و هر زمان روی از این کلیک میشه مار به صفحه پرودکس ببره اگر ما این رن کنیم میبینیم اینج لینکه و وقتی روی کلیک میکنیم ما رو به صفحه پرودکت میاره ولی یک مشکل که داره اینه که هر زمان ما روی از این لینک کلیک میکنیم در حقیقت ما یک HTTP request سند میکنیم و این باعث میشه که یو آر ال مو آپدیت شه ببینیم یو آر آپدیت میشه در حالی که نباید این کار بشه سینگل وب اپلیکیشن همیر میگه که داخل همین صفحه بدون از اینکه این یو آر آپدیت بشه شما پیجا مختلفه باز کنیم خب برای از این کار ما باید از چی استفاده کنیم از یک چیزی به نام لینک استفاده کنیم به اینجا میبینیم یک فرگمنتیه که داخل از این کد جی 6 انداختیم و برای ازی گفتیم بیا تو از لینک استفاده کن به جای تگ ای از لینک استفاده میکنیم و اتریبیوت اچ به تو تبدیل میکنیم و این مربوط میشه تگ لینک و اتریبیوت تو مربوط میشه به ریاکت روتر اگر ما می رن کنیم شما میبینیم که وقتی این رن میکنیم این هم اوتپوت قبلا نداریم ما ما به این لینک داریم ولی با تفاوت که دگه ریفرش نمیشه ببینیم هر زمان کلیک میکنیم دگه صفحه ریفرش نمیشه اگر دقت کنیم به دکمه ریفرش دیگه او تغییر نمیکنه با وجود که صفحه ما تغییر میکنه ولی دگه یو ما آپدیت نمیشه یا ای که ریفرش نمیشه صفحه این یو آر ال که اینجا داره پروداکت میشه و این صفحه پروداکت هم نمایش میده ولی بدون ریفرش کردن خب یک موضوع دیگه که ما هم بر شما داخل بحث روتر بگم اینه که اگر ما یک نویگشن داشته باشیم مثلا این نویگشنی ای که ما به اینجا داریم هیدر داره نویگشن یو الای ال, ال ای داخل هر ال آی ما از تگ لینک استفاده کردیم که مربوط به روتر میشه و اتریبیوت تور دادیم که اگر روی هوم کلیک میشه ما رو به این مسیر ببره اگر روی پروداکت کلیک میشه ما رو به صفحه پروداکت ببره روی ای هم سی سی سینه که به این شما میتونیم از این استفاده کنیم و وقتی ما این رن میکنیم شما میبینیم که این در حقیقت نویگشن همه سایت مانه مثلا اگر ما بیام این رن کنم میبینیم که این نویگشنه و از جایی که شما میفهمیم چی به صفحه هوم باشیم و چی به صفحه پرودکت باشیم نویگشن همیشه داخل هر دو صفحه هسته و ممکنه تعداد از این صفحات هزار تا باشه پس داخل هر پیچ که میریم این نویگیشن ما باید سر جا خوب باشه برای از این کار باید چه کار کنیم مثلا ما مایم ما که کامپوننت نویگیشن یا مین نویگیشن همیشه باشه چند راه داریم یکی اینه که همین کامپوننت مین نویگیشن داخل تمام روتا خوب بریم نوشته کنیم چی به هوم باشیم چی به پروداکت باشیم یا هر جا دیگه میریم به جلوتر از که مثلا این رندر بشه میگیم مین نویگیشن بیا تو رندر بگیر یا نمایش بده یا ای که بیایم در داخل اپ جیس به این جگاه بگیم اول نویگیشن نمایش بده و بعد از این روتر دیگه خوبی ای اگر این کار انجام بدیم که قبل از این روتر پرووایدر ما بیایم نویگیشن خور به این نوشته کنیم این باعث میشه که دیگه روتر داخل صفحه نویگیشن کار نده ما به اینجا میبینیم که از لینک استفاده کردیم دیگه این لینک ها کار نمیده چون ریاکت به این جگاه ما داخل از این روتر پرووایدر داریم و ای بیرون از نویگیشن میشه اگر ما نویگیشن اینجا نوشته کنیم پس رای حل این حل نیه و ما چی رقم میتونیم کار کنیم رای حل درست و منطقی اینه که ما بیایم لایوت دیار کنیم برای ساخت لایوت ما میاییم یک الیمنت یا یک کامپوننت به نام روت دیار میکنیم میبریم اینجا من یک کامپوننت به نام روت بساختم و یک فرگمنت ساختم اینجا و گفتم اولین چیزی که تو نمایش باید بدی یک کامپوننتیه به نام مین نویگیشن حالا ما میتونیم ایر بیاییم تغییر بدیم مثلا بگیم صفحه هوم باشه صفحه پرودکت باشه فرق نداره مثلا اگر ما به این جگه بگم صفحه هوم باشه هوم پیج باشه و بعد از اون مثلا بگم صفحه پرودکت باشه البته تاگ از ایر بسته میکنیم به وقتی این کار انجام بدیم روت لیوت ما همیشه ما لایوتی که تیار میکنیم به همین ترتیب نمایش میده اول هوم پیج باز پروداکت پیج که ما فعلا نمایم بیارد باشه ما, ما اینکه این که ما نمایش بده پس داخل روت لایوت میایم میگیم کاری که تو انجام میدی اینه که اولین چیزی که به داخل تمام صفحات ما نشون میدی مین نویگشنه که ما کدی رو داریم به این جگاه این سفر باید تو جلوتر از همگی نمایش بدی بعد از این آمدیم از یک چیزی به نام اوتلت استفاده کردیم ای که ما اینجا ایر به داخل مین انداختیم از لحاظ استایل خاطر ای بیای به وسط صفحه بیای خب والا دست خود شما که ای دیزاین چی رقم تیار کنیم مهم نیه مهم اینه که ما بفهمیم اوتلت چیه اوتلت یعنی ای که تمام الیمنت که چایلد یا چل در این همه رود لایوت هستن تو بیا همینا رو نمایش بده ای از کجا می داخل ابداد جیس ببینیم این ما یک سری کار دیگه اینجا انجام دادیم ما یک مسیری داریم به نام سلاش یا هیچی یعنی هر وقت به مسیر هیچی بود تو بیا رود لایوت نمایش بده رود لایوت ما همی لایوتیه که به اینجا ما داریم این میای مین نویگشن اول نمایش بده و بعد از ایروت لایوت از خود خود یک پارامتر یعنی create براوزر روتر که آبجکت میگیره این آبجکت یک پراپرتی دیگه به نام چلدرین هم داره که چلدرین باز آرایی از آبجکت هایه. مثل خود همی کریت براوزر روتر یک آرایه از آبجکت ها میگیره که داخل ازی باز میتونیم پارت بدیم میتونیم element بدیم یا حتی داخل از این هم میتونیم ما چل داریم بدیم که باز بحث های ادوانس میشه که بعدا میخونیم پس به داخل از این میگیم اگر روت ای چی بود هم پیج باز کن اگر روت پروداکت بود بیا تو پروداکت پیج رو باز کن و اینا چل دارینه ای روت لایوت هم وقتی ما میگیم به داخل روت لایوت میگیم اوتلت یعنی که بعد از اینکه تو نویگیشن نمایش دادی بیا یک ای چالدار نمایش بده نظر به که کدام مسیر آیه و نمایش بده و دیگه گپ خاصی نداره ایران که پس میکنی به ریوتر پرووایدر حالا اگر ما بریم این رن کنیم شما میبینیم که وقتی ما به صفحه ای چی هستم مثلا به ای این صفحه انتر میکنیم این صفحه هومپیج بریم ما میاره و صفحه چی میاره گو دل لیست صفحه اون پیج میاره و مین نویگیشن و لینک گو تو دل list of product ای هوم و پرودکت به هر حالت به تمام چلدرینه که در داخل همین روت هسته نمایش داده میشه ما فعلا به هومیم به پرودکت هم بریم میبینیم ای دوتا هسته به هوم هم باشیم ای دوتا هسته پس فرق نداره در صورتی که همین صفحه روت یا لایوت روت ما در داخل خود چلدرین و از اوتلت استفاده کردیم او چلدر هر همگی به داخل رود نمایش داده میشه و این نویگشنه که داریم به خاطر از ای که ما گفتیم مسیر اصلی ما همینه اینا همیشه رندر گرفته میشه و نمایش داده میشه پس بهترین روش اینه که شما بیایم از چل درین استفاده کنیم به همین حالتی که اینجا استفاده کردم پس هر وقت که شما یک کامپوننت دارین که در داخل صفحات مختلف او تکرار میشه برای از که بیایم بدون از که داخل ابداد دات یا کامپوننت داخل هر کامپوننت جدا رو ایمپورت کنیم خیلی راحت میتونیم شما یک روت لایوت برای رو تعریف کنیم او رو در داخل روت لایوت بیایم بگیم که نمایش داده بشه به هر جایی که ماستیم مثلا ما گفتم اول نمایش داده شه این فوتر باشه شما میدیم به آخر یا اگر چیز دیگه باشه میدیم به وسط دلار فرق نداره ما چون نویگشن بود اول دادیم و بعد از اون میگیم اوتلت اوتلت یعنی چایلد هایی که در داخل اپ یا داخل کریت براوزر روتر مربوط به همی روت تمام میشه همونا رو بیا نمایش بده که هم هوم پیج میشه و هم پروڈکتس پیج اینا رو ما نمایش میده خب به این ویدیو همین اندازه کفیت شکر موفق باشیم وقت خوشی داشته باشیم خدا نگهدار